اپیک؟ اینجا چی کار میکنی؟ چیزی شده؟ باریش، میدونم از حرفای دیروزم شوکه شدی. خودم هم خیلی شوکه شدم، ولی منم حق دارم حرف دل تو بدونم. من از این جدایی خیلی پشیمونم. اگه تو هم بخوای میتونیم از اول شروع کنیم. باشه، جواب نده، ولی اینو بدون که من تا آخر عمر منتظرت میمونم. بعد از همه اون اتفاقات فکر میکنی میتونیم بعد از این دیگه با هم باشیم؟ آره، چرا نتونیم؟ من از اشتباهاتم درسی خیلی بزرگی گرفتم. بیا گذشته رو فراموش کنیم و از اول شروع کنیم. باشه؟ شب بخیر. خب یه خورده کمتر میخوردین مامان جون، واقعا زیاده روی کردی. ها، بالاخره دخترمون تشریف آورد. نکنه تو هم حالت تهوع داری؟ نه چیزی نیست، حالت تهوع ندارم، ولی معدم خیلی به هم ریخته. گفتی معدت به هم ریخته؟ مامان بزرگ خوابیده؟ آره تو اتاق خوابیده. باز چی شده دخترم؟ از این به بعد دیگه نمیخوام بهتون دروغ بگم. اپیک، هرچی تو دلته به هم بگو. بشینین بهتون میگم. من خونه ی خاله محلا نبودم. خب کجا بودی؟ خونه ی بارش بودم، اما نرفتم تو، جلوی در حرف زدیم. امشب لوبیام نبود، واسه چی رفته بودی؟ شما اون موضوع رو میدونی؟ من همه چی رو میدونم دخترم. مامان، من هنوزم بارشو دوست دارم. رفته بودم که بهش بگم. آی، تو اصلا عقل تو سرت نیست. فکر کردم میتونم فراموشش کنم، ولی نتونستم. نتونستم اونو از قلبم بندازم بیرون مامان جو. تو یه مدتی با لوند در ارتباط بودی، خودت که میدونی. چرا این کارو کردی؟ بارشم مثل شما فکر میکنه مامان. خب چی گفت؟ راستش بهش گفتم که اگه تو بخوای من میتونم تا آخر عمر منتظرت بمونم، ولی هیچ جوابی بهم نداد. بیا اینجا عزیزم، بیا. تو حرف دلتو بهش گفتی، حالا که قبول نکرد مقصر خودشه. میدونم، ولی نمیتونم فراموشش کنم. خیلی هم سخت نگیر دخترم، خدا میدونه تو آینده با چه کسایی آشنا میشی و بالاخره یکی میاد تو زندگیت عزیزم. چرا اینو میگین؟ من 2 سال پیشو خوب یادمه مامان. وقتی اومده بودیم استانبول اینجا هیچ کسو نداشتیم. حالا ببین ما چند نفر شدیم. هیچی نباشه، ما یه خانواده بزرگیم. 2 سال پیش بارش تو زندگیت بود، خدا میدونه 2 سال بعد کی میاد تو زندگیت. ممکنه یه زندگی خوب منتظرت باشه. امکان نداره، شما این اجازه رو نمیدین. ولی خیلی دوست دارم بفهمم آینده ای من بالاخره چجوری میشه مامان. کی میدونه؟